خب من باز خدمت همتون سالن رو تبریک میگم، خصوصا کسانی که یکم دیرتر اومدن و انشاءالله سال خوبی براتون باشه. سال خوبی هم برای نشست اگورا. عشقت خدمتون که پیرو به صحبت هایی که در مورد اخلاق داشتیم، امروز من فکر کردم که در مورد اخلاق آدم کشان صحبت کنیم، ولی بدون اینکه خب من در مورد این موضوع خودم خیلی چون زیاد چیز نوشتم، نه برای شما جالب میبود نه برای خودم که حرفایی که قبلا زدم دو مرتبه تکرار کنم. به خاطر همین فکر کردم که شاید از یه دیدگاه دیگه یه کمی بهش توجه کنیم. البته خب طبیعتا آدم کشونه بحث خیلی غنی هستش و خیلی وسیع و خب نمیشه که در فرصت به این کوتاهی در مورد همه جنبه‌های صحبت کنیم، ولی به هر حال من سعی میکنم که یک جنبه فلسفی شو در نظر بگیرم، بعدش هم جنبه استراتژیک شو در نظر بگیرم که در مورد همش بتونیم بحث کنیم. هر شود که اجازه بفهمی که صحبتمون با یک گفته از امرسون شروع کنم. امرسون هم که میدونید فیلسوف آمریکایی قرن 19 هستش که حرفی که میزنه میگه که اون چیزی که پشت سر ما و اون چیزی که پیش روی ما هست اینقدر مهم نیست که اون چیزی که در درون ما نهفته شده. خب چه چیزی در درون ما نهفته شده؟ دقیقاً به قول کانت وقتی که ما سرمون رو به آسمون میبریم میبینیم که، یعنی به آسمون نگاه میکنیم به دنبال ستارگان هستیم، وقتی به درون نگاه میکنیم در حقیقت به دنبال قانون اخلاقی و نیروی اخلاقی هستیم. بنابراین در درون ما این نیروی اخلاقی در حقیقت نهفته شده، همون چیزی که ما بهش میگیم وجدان، حالا با زبان یکمی شاعرانه تر بهش میگیم وجدان، ولی اون وجدان همون نیروی اخلاقیمون یا همون نفسمون هست. پرسش اخلاق که سرش ما اینجا اینقدر بحث داریم و خب بعد شما با هم موافق نیستیم، در حقیقت اگه کسانی فلسفه درست خونده باشن و نه فقط دو تا کتاب و خودشون فیلسوف بدونن، ولی اگه فلسفه درست خونده باشن میدونن که یک تفاوتی بینه، و این توی پاراگراف اول اون مقاله‌ای که من براتون فرستادم که من نوشتم بود، که انشاءالله مقاله در آینده شاید تو رادیو فردا و آنلاینش چاپش بیشتر بتونیم اون رو بهتر بخونیم. همونطور که میدونید در فلسفه ما دو پرسش داریم. یکی پرسش اون چیزی هستش که ما بهش میگیم هستی شناسی، یعنی ما درباره بودن و در مورد آنچه که هست صحبت میکنیم. اکثرا فیلسوفا در مورد آنچه که هست صحبت میکنن و مسئله شون یا اگزیستنس یا اسنس، به قول حالا اگزیستانسیالیست ها یا به قول برونگوستایا یا قدما. بنابراین در مورد انتولوژی آنچه که هست بحث میکنن، ولی فلسفه یک قسمت دوم هم داره که فلسفه ارسطویی و برونگوستایا بهش میگه حکمت عملی، در حقیقت در زبان خودمون بهش میگیم حکمت عملی، که اون بحث اخلاق یا اون چیزی که ما بهش میگیم پرکتیکال فلسفی، فلسفه عملی، اون دیگه در مورد آن چیزی که هست صحبت نمیکنه، بلکه در مورد آن چیزی که باید باشد صحبت میکنه. درسته؟ سوالی که پرسش که میکنه این نیستش که چی چیزی هست، what it is یا what is، حالا من به انگلیسیش میگم کسکیلیا به قول چیزا یا به قول آلمانا اسکیپت مثلا، ولی در مورد این صحبت میکنه که what ought to be، یعنی چه چیزی باید باشد. خب چه چیزی باید باشد در حقیقت همین بحث اخلاق است که ما اینجا داریم در این نشستامون انجام میدیم. و الان من اگه ربطش بدم به بحث امروز، چون بحث های هفته پیش هم همش درباره این بودش که چگونه باید باشد زندگی ما، چگونه باید باشد، آیا باید فضیلت باشد، فضیلت داشته باشیم یا نداشته باشیم، آیا وقتی که باید شفقت داشته باشیم یا نداشته باشیم. درسته؟ ما با شفقت که به دنیا نمیایم، ما با فضیلت که به دنیا نمیایم. بنابراین مسئله حبودن و هستن اون بودن اون نیست، مسئله نیست که چگونه بتونیم بشویم. در رابطه با اخلاق عدم خشونت، طبیعتاً بحث گرد این موضوع هستش که اگه بخوایم همین زاویه رو نگاه کنیم که چرا خشونت وجود داره، ولی بیشتر از اون وقتی که ما بحث در مورد همین جنبه اخلاقیش میکنیم اینیست که چگونه خشونتی که وجود داره رو ما میتونیم تغییر بدیم. درسته؟
بنابراین ما از یک طرف داریم یک بحث آنتولوژیکال میکنیم، از یک طرف یک بحث دی آنتولوژیکال میکنیم، یعنی که هم چگونه چرا خوش داره. اول این سوال که خب خشونت وجود داره، همونطور که خیلی از اساتید محترم میگن، به هر حال مثلا اکثر مارکسیستا به این اعتقاد دارن دیگه که تاریخ در حقیقت صحنه خشونت، درسته؟ یا خشونت به قول مارکس و انگلس نقش مامایی رو بازی میکنه برای اینکه به زایمان بکنه در تاریخ، درسته؟ خب اینجا اینا توضیح نمیدن که چرا خشونت در تاریخ وجود داره. حالا ما اینجا بحثی که با عدم خشونت داریم، با خشونت پرهیزی داریم، اینست که چرا خشونت نباید باشد، درسته؟ اینجاست که عدم خشونت یک بحث اخلاقی میشه. چرا عدم خشونت چرا خشونت نباید باشه؟ چرا عدم خشونت باید باشه؟ چرا ما باید خشونت پرهیزی بکنیم؟ چگونه باید این خشونت پرهیزی بکنیم؟ بنابراین آب پاکی رو بزن رو دستتون. در حقیقت عدم خشونت فقط به معنای نگفتن به خشونت نیست، اتفاقا یک اشتباه بزرگی است که خیلی از هموطنان ما میکنن، میگن خیلی خب ما اونجایی که میگیم نه به خشونت یعنی که دیگه خشونت پرهیز شدیم تموم شد. نه خیر، این چیزی نیست. عدم خشونت فقط نگفتن به خشونت نیست، بلکه همچنان به معنای یک تبیین یک نگرش خاص به زندگی و ترویج و ترغیب، میشه گفتش که ترغیب این نحوه نگرش، این آموزه فکری و فلسفی و استفاده از یک سری فنون و تکنیک ها و استراتژی های اجتماعی و سیاسی و شهروندی برای در جهت ایجاد و نهادینه کردن یک سری حقوق و عدالت اجتماعی است، درسته؟ این مسئله عدم خشونت. بنابراین شما در همین گفته ای که من به صورت فکری فلسفی براتون با یک جمله گفتم، شما دو بخش رو دیدید. یک بخشش بخش اول فکری فلسفیش بود، اخلاقیش بود، دینیش بود. بخش دومش بخش استراتژیکش بود، چون من گفتم درباره فن و تکنیک و استراتژی، درسته؟ خب بنابراین خشونت، عدم خشونت دو ساحت اصلی داره. ساحت اولش فلسفی اخلاقی، هم که گفتم. ساحت دومش چیزیست که ما تو زبان علوم سیاسی یا جامعه شناسی بهش میگیم ساحت پراگماتیک در حقیقت، یا استراتژی. ساحت پراگماتیک یا استراتژی. من امروز میخوام درباره این دو ساحت با شما صحبت کنم. خب هدف وقتی ما ساحت فلسفی رو در نظر میگیریم، هدف عدم خشونت از نگرش فلسفی چی هستش؟ چی میگه عدم خشونت؟ چه در ادیانی مثل بودیسم، جاینیسم، هندویسم، چه در میان افرادی مثل گاندی، لوترکینگ، دالای لاما و دیگران، چی میگه؟ بحث اصلیشو بخوام به صورت فلسفی بگیم چی میگه؟ دقیقاً میگه احترام به دیگر بودگی دیگری، احترام به دیگر بودگی دیگری، احترام به غیریت دیگری. حالا این دیگری میتونه انسان باشه، میتونه نباتات باشن، میتونه حیوانات باشه، و این موجودات دیگه باشن. انسان یکی از اون موجوداته. به هر حال مسئله اصلی همونطور که ما میدونیم در این بخش فلسفی و اخلاقی عدم خشونت، یعنی آسیب نرساندن به چه در فکر چه در عمل به اون دیگری، درسته؟ پس اینجا ما هم تو که دیدیم بی خودم نبود که من این سوژه رو انتخاب کردم، چون بعضی بچه‌ها اومدن به من گفتن که خب این جلساتی که گذاشتی به نظر میاد که به همگی نمیخوره. گفتم نه خیلی، اصلا چنین چیزی نیست، درش یک منطق وجود داره. برای اینکه شما وقتی که بحث بودیزم میکنید، بعد عدم خشونت دقیقاً معنی پیدا میکنه. دقیقاً در بودیزم این مسئله هست، هم تو که اومدیم دوباره صحبت کردیم در اخلاق بودایی، وقتی که میگه شما چه در فکر چه در عمل نباید که آسیب برسونید، اون یعنی که فکر فلسفی و دینی و اخلاقی عدم خشونت، درسته؟ یعنی ما رو به بعضی، نمیگم همه ادیان و همه آموزهای اخلاقی و همه در حقیقت استراتژی، ما رو دعوت میکنن، اونهایی که خشونت پرهیز هستن ما رو به دعوت میکنن به یک نوع همدلی، به یک نوع همنوایی، با یک نوع همصدایی با هم انسان هم طبیعت. اتفاقا خیلی جالبه، اکثرشون وقتی که
دعوت میکنم ما رو به این همدلی با یک با انسان‌های دیگه، با طبیعت و با میشه گفت موجودات دیگه هم دعوت میکنم، مثل بودیزم مثلا، بهترین نوعش بودیزمه که ما میتونیم دربارش صحبت کنیم. پس بنابراین این مسئله که احترام به شأن و کرامت در حقیقت موجودات دیگه هست، یعنی هر چیزی که زنده است، این اساسا من فکر میکنم فلسفی و فکری پایه اصلی فکر عدم خشونت هستش. بنابراین اگر ما یک چنین نظری داشته باشیم، یک چنین برداشتی داشته باشیم، اینجا چه به کجا ما میرسیم؟ ما میبینیم که عدم خشونت و فلسفه خشونت پرهیزی میخواد یک پیوندی برقرار بکنه بین زندگی سیاسی ما یا اجتماعی ما و زندگی اخلاقی ما. این دوتا رو از هم دیگه جدا نمیبینه، چنان که مبارزان عدم خشونت و خشونت پرهیز اکثرشون اعتقاد دارن که سیاست بدون اخلاق امکان پذیر نیست، زندگی اجتماعی بدون اخلاق امکان پذیر نیست، درسته؟ آموزش پرورش بدون اخلاق امکان پذیر نیست، ایجاد خانواده بدون اخلاق امکان پذیر نیست. و چرا این حرف رو میزنم؟ دقیقا به خاطر اینکه اگه ما بخوام از یک نگاه فلسفی سیاسی بهش نگاه بکنیم، مسئله شون مسئله کثرت در زندگی است. بحثی که اونا جوری که زندگی رو توصیف میکنن اینست که زندگی یه چیز متکثره، زندگی یک چیز، یک مونولوگ، یک تک اندیشی، تک گفتار، تک حیات نیست. زندگی در حقیقت یعنی حیات به طور کلی یک چیز پلورالیستیه. شما به قول هانا آرنت در یک جهان پلورال جمعی متولد میشید. شما در میان حالا عدم خشونت یعنی خشونت پریزا یه هوا مونبرتر میرن، میگن شما در یک کیهانی متولد میشید که این کیهان برای خودش یک هارمونی داره و نه تنها از انسان ها تشکیل شده بلکه از موجودات دیگه هم تشکیل شده، موجودات زنده دیگه هم تشکیل شده. بنابراین مسئله الزام زندگی در کثرت هستش که مهم هستش، و اون زندگی در کثرت خودش به نوعی میتونیم بگیم که تکثر زندگی است. شما هم در پلورالیتی دارین زندگی میکنین، هم پلورالیتی رو وارد زندگی میکنین با خشونت پرهیزی. تفاوت خشونت پرهیزی با فلسفه های خشن و خشونت آمیز و قهرآمیز اینست که اونها پلورالیتی رو جلوش میخوام بگیرم، میگه این بورژواس من باید بکشمش، درسته؟ من فقط مونولیتیک نگاه میکنم، من فقط به صورت مونیستی نگاه میکنم. خب زندگی در کثرت یعنی چی؟ یعنی تأکید بر معانی و مفاهیم گوناگون در زندگی و به نوعی ایجاد گفتگوی میان افقهای مختلف. این چیزیست که از نظر فلسفی هرمنوتیک گادامر و دیگران هم بر مبناش، یعنی که چی؟ یعنی اصلا وقتی ما میگیم هرمنوتیک، حالا الان آدم های مثل شبستری اینا در مورد قرآن اینا استفاده میکنن، یعنی که شما افقهای مختلف فکری دارین، این افقها رو در مقابل در کنار هم قرار میدید، درسته؟ خشونت پرهیزی اعتقاد به یک هرمنوتیک افقها داره، اعتقاد داره که افقهای گوناگون وجود دارن و اینها میتونن با هم دیگه وارد گفتگو بشن. بنابراین در چارچوب عدم خشونت ما باید از یک افق باز ارزش‌ها و غایت‌های اخلاقی صحبت بکنیم، و این غایت‌ها اگه بخوام برگردم به فلسفه کانت و آیزای برلین و دیگران، این غایت که اونا حالا الزاماً خشونت پرهیز مثل گاندی نیستن، ولی اون حرفایی که زدن رو میشه در بُعد خشونت پرهیزی استفاده کرد، این غایت‌ها و این ارزش‌ها با همدیگه در تلاقی هستن، در برخورد هستن، ولی همیشه لایتناهی هستن. یعنی هیچ وقت یکی از این دیدگاه فلسفی هیچ ارزشی و هیچ غایتی نمیاد خودش رو تحمیل کنه بر دیگری. اگر اینطوری باشه تبدیل میشه به یک چیز مونیستی و کاملا البته یک فلسفه ایدئولوژیک و خشن از توش در میاد. بنابراین هیچ معیاری بر معیار دیگه چیرگی پیدا نمیکنه الزاماً. خب اینجا یه سوال پیش میاد که من میدونم این حتما تو ذهن بعضی از شما هست، که خب در چنین حالتی چجوری خود عدم خشونت میتونه یک چارچوب فکری و اخلاقی باشه که ما در نظر بگیریم و ما اونو ترجیح بدیم به آموزه‌های دیگه اگه چنین چیزی باشه. در جواب من در این پرسش شما این خواهد بود که عدم خشونت تأکید میکنه بر اصول راهبردی اخلاق که
بهای این کثرت عقاید و ارزش ها و هنجارها و نگرش ها و تبیین ها رو تأمین میکنه و گاهی هم پزمی میکنه، ولی تأمین حتما میکنه، تعیین و تأمین حتما میکنه. بنابراین عدم خشونت بهترین چارچوب فلسفی است که ما میتونیم این کثرت عقاید و این کثرت نگرش ها رو درش داشته باشیم، این کثرت عقیدتی، حزبی، عملی، کنشی، اینا رو ما میتونیم در این چارچوب داشته باشیم. و خب باز شما خواهید گفت که دموکراسی هم این کارو میکنه، پس شما چگونه از دموکراسی رو از عدم خشونت جدا میکنه؟ خب درسته، عدم دموکراسی هم میکنه، ولی دموکراسی مثل آزادی یک مفهوم کاملا گنگی است. برای اینکه حتی دیکتاتورا میبینیم امروز به خودشون میگن دموکرات، ولی عدم خشونت، خشونت پرهیزی اصلا گون نیست. و اتفاقا دموکراسی یکی از اصولش این است که خشونت رو تقلیل بده. یعنی دموکراسی موقعی دموکراتیکه که حکم اعدام رو لغو بکنه، که بتونه خشونت علیه شهرونداش نکنه، که قوانین غیر ضروری و غیر عادلانه ایجاد نکنه. تمام اینا موجب میشه که دموکراسی دموکراتیک تر بشه. همین دموکراسی آمریکایی که ما باش سر کار داریم، میبینیم که در طول همین قرن بیستم دموکراتیک تر کرده خودشو، مثلا در مورد حقوق سیاهان، و اونو خب البته از طریق جنبش های خشونت پرهیز مثل مارتین لوتر کینگ اینا. بنابراین عدم خشونت نفی، ممکنه نفی خشونت باشه در یک جنبش، ولی نفی پیکار، نفی تکلیف، نفی جسارت و نفی مسئولیت نیست، حتما نیست. در تمام ابعادش، چه اخلاقی، دینی، فلسفی، چه استراتژیکش، شما همیشه هم جسارت رو داشتین، هم تکلیف رو دارین، هم مسئولیت اخلاقی رو دارین، هم پیکار دارین. عدم فعالان مدنی که با خشونت پرهیزی مبارزه میکنن همیشه در پیکار هم مبارزه میکنن، میدونیم؟ خب اول پیکار. پیکار به معنای نابود کردن نیست. من اینا همه رو توضیح میدم، از نظر فلسفی توش دارم عمیق میشم. پیکار به معنی نابود کردن نیست، بلکه به معنای تعامل و ارتباط با دیگری است. شما وقتی که وارد یک شبکه شهروندی میشی با کی دیگر، الان تو اگارا ما ممکنه با هم دیگه پیکارهای داشته باشیم، حالا پیکارهای خشونت پرهیز داریم دقیقاً دیگه، ما هم دیگر نمیخواد نابود کنیم، ما با هم داریم تعامل میکنیم، یعنی یک نوع ارتباط با هم دیگه ایجاد میکنیم. حتی شما وقتی میرین تظاهرات میکنین برای اینکه حقوقتون رو بگیرین، باز همین کار رو انجام میدین، شما در یک پیکار هستین حتی با دولت، ولی شما نمیخواین طرف مقابلتون اگه خشونت پرهیز هستین از بین ببرین. جسارت دومین، فکر میکنم که بخشی از این خشونت پرهیزی است که خیلی مهمه. جسارت چیه در حقیقت؟ در ابعاد فلسفی عدم خشونت مبارزه با ترسه. تمام فعالان عدم خشونت، گاندی، لوتر کینگ و بقیه، همه در مورد جسارت به عنوان مبارزه با ترس صحبت میکنن. چرا؟ به خاطر اینکه اعتقاد دارن که هیچ تمدنی بر مبنای ترس نمیتونه پیشرفت کنه. شما وقتی در مورد تمدن صحبت میکنین، تمدن نمیتونه با خشونت پیشرفت کنه، نه با ترس. و مارتین لوتر کینگ اعتقاد داشتش که جسارت قدرت ذهن هستش برای غلبه کردن بر ترس. بنابراین عدم خشونت به نظر من یک کوششی است برای پایان دادن به در حقیقت این ترس، ولی نه پایان دادن به رقابت میان انسان ها. رقابت رو نمیخواد از بین ببره، نه برای پایان دادن به رقابت میان غایت ها و ارزش های اخلاقی، چنین کاری رو نمیخواد بکنه، بلکه خودش یک سازوکاری هستش که میخواد یک این رقابت مسالمت آمیز میان غایت های اخلاقی رو ایجاد بکنه. در حقیقت نان وایلنس ولیو پلورالیسته، اگه بخوایم بگیم به کلمات انگلیسی به کار ببریم، طرفدار پلورالیسم و کثرت‌گرایی ارزشی است. ولی این کثرت‌گرایی ارزشی طبیعتا نمیتونه بر مبنای ترس باشه، نمیتونه بر مبنای این باشه که یکی بخواد برای دیگری چیرگی پیدا بکنه، نمیتونه بر مبنای خشونت باشه.
ولی ضمناً نمیتونه بر مبنای انفعال هم باشه. یکی از ایراداتی که همیشه گرفته میشه، تو هم جنبش سبز هم گرفتن، اینیست که شما به محض که دست به خشونت پریزنید میزنید میگن شما آدم منفعلی هستید، یا ترسوی یا منفعلی یا نمیخواین طرفتون از بین ببرید. اتفاقا درست برعکسه، به قول گاندی عدم خشونت در خور کسانی هستش که روحن قوی هستن، نه افرادی که مردد هستن و سستن، چنانکه خودشون نبودن. هیچ کدوم از فعالان عدم خشونت، خشونت پرهیز، آدم های سستی نبودن. ولی مسئله اصلی اینجا اینیست که شما وقتی که خشونت در هر ایدولوژی، در هر مسلکی، در هر آموزه‌ای، در هر رابطه انسانی، حتی رابطه خانوادگی و عشقی، وقتی که شما خشونت به کار میبرید، مسئلتون تسلطه. ما اینو باید به این صورت نگاه کنیم، مسئله دامینیشنه، تسلطه، تسلط بر دیگری است. حالا با اخلاق حیوانات هم خواهیم دید، شما وقتی حیوانات و نباتات از بین میبرید، برای اینکه میخوان نشون بدین که انسان سلطه‌گراست، میتونه سلطه داشته باشه، میتونه بر به قول دکارت مالک و سرور طبیعت باشه. تکنولوژی اینطوری خودش رو معرفی میکنه، میگه من قدرت این دارم که بمب اتمی درست کنم، برای اینکه فلسفه‌ای که پشتم هست فلسفه سلطه‌گرایی است. خب به عکس، عدم خشونت در حقیقت یک مقوله اخلاقی هستش که در مورد یک فضای مشترک داره صحبت میکنه. اگه کلمه همزیستی رو نخواهم استفاده کنیم که کوئگزیستنسه، یه فضای مشترکه، میدونی؟ یعنی plural space در حقیقت، یا common space، یک common spaceه، یک فضای مشترکه. فضای مشترکی است که من و دیگری با همدیگه در کنار هم قرار میگیریم و لزوم نیست که من سابجکتیویتی خودم رو روی الترتی اون یکی در حقیقت سلطه بدم و لزومی نداره که منیت خودم رو اون یکی در حقیقت تحمیل بکنم. و به همین جهت فلسفه عدم خشونت بر مبنای این فکر اساسی فلسفی قرار داره که عدم تصاحب جهان، که انسان و فرد جهان رو در تصاحب نداره در هیچ بودش، نه بود اگزیستانسیلش، نه بود ماتریالیستیش، نه بود فنومنولوژیک پدیدارشناختیش، در هیچ بودش، نه بود اخلاقش. یعنی به قول پاسکال مقام خودش در آفتاب و در اختیار دیگری قرار میده، چون پاسکال جمله خیلی قشنگ در اندیشه هاش داره، تأملاتش میگه که در حقیقت وقتی تو رفتی در آفتاب نشستی، حالا من جمله رو دارم که عوض میکنم، تو وقت میری در یک جایی رو در آفتاب تصاحب میکنی، در حقیقت دیگری رو از اونجا بیرون کردی. منظورش اینیست که در حقیقت اون فضا رو گرفتی. خشونت پرهیزی اون فضا رو نمیگیره از کسی، میگه تو هم بیا با من همونجا تو آفتاب بشی در حقیقت. و این در اینجا خیلی سریع، برای اینکه 5 دقیقه فرصت دارم، میرسیم به بخش دوم یا ساحت دوم که این فلسفه‌ای که من تا اینجا گفتم رو تکمیل میکنه و اون بخش استراتژیکشه. یعنی شما چگونه وقتی که میخواین وارد آموزه عدم خشونت بشید، با تصاحب جهان مبارزه میکنید، مقاومت میکنید در مقابلش، شما چگونه در مقابل بی‌عدالتی و عدم عدالت اجتماعی مبارزه میکنید، شما چگونه در مقابل انواع سلطه ها مبارزه میکنید. این سلطه ها سیاسی فقط نیستن، این سلطه ها سرمایه‌داری هم میتونه باشه، تکنولوژی هم میتونه باشه، این سلطه ها سلطه های کورپوریشن هم هستن. الان تمام کسانی که تو عدم با عدم خشونت دارن مبارزه میکنن، اتفاقا کسانی هستن که تو این جنبه ها دارن برای دنیای ما مبارزه میکنن. و این بخشش چگونه است؟ که دنبال یک سری مکانیزم هایی هستن برای توسعه و تعالی اخلاقی و ایجاد جامعه‌ای که در اون قوانین ناعادلانه رو بشه باهاش مبارزه کرد، کنارمون و کمترین درجه سلطه‌گرایی و حکمرانی درش باشه. اصلاً هم یوتوپیا نیست، ناکجا آبادی نیست و اصلاً هم نمیخواد که یک جامعه بی طبقه توحیدی یا غیر توحیدی ایجاد بکنه.
در بلکه بسیار به صورت تدریجی فعالیت میکنه. اتفاقا یه چیزی که در فلسفه‌های خشونت فردی و استراتژی‌های سیاسیش خیلی جالبه این است که به تدریج جلو میره و اگه خوب سرش به سنگ خورد دو مرتبه برمیگرده دوباره خودش کار میکنه، از نظر فکری دو مرتبه میره تو صحنه. اعتقادی به یوتوپیا نداره به اون صورت. این مکانیسم ها و ارتباط اونها با اخلاق مدنی رو میشه در اصول عدم خشونت استراتژیک دید و این مقاومت خشونت پرهیز. چرا این مکانیسم ها مهم هستند در کنار اندیشه و فلسفه عدم خشونت؟ به خاطر اینکه اونجایی که استراتژی های قهرآمیز مثل مشی چریکی، مثل انقلابیگری، مثل کودتا هم و غیره، تمام نوع انواعی که ما میبینیم دیگه در مملکت خودمون هم اتفاق افتاده، اونجایی که این ایدئولوژی ها و این طرز تفکرها توده ها رو بیدفاع میکنن، در حقیقت برخلاف چیزی که میگن بیدفاع میکنن در مقابل خودشون و در مقابل دولت و حکومت هایی که دارن باش میجنگن. درسته من البته دارم اینجا یک سری از اسطوره ها رو به کلی از بین میبرم، مثلا شما سیاه کل در مشه چریکی به عنوان یک اسطوره است. سیاه کل کاملا یک عمل دقیقا همین چیزی که من میگم. یه عده جوان میگن که خب ما بریم یه پاسکار رو بگیریم و این طوری ما میخوام که نشون بدیم که مثلا میتونیم کار رو عوض کنیم. خب اون توده هایی که از اینا میخوام پیروی بکنن کاملا بی دفاع از نظر فکری و از نظر استراتژیک و اینکه دقیقا نمیدونن که چی کار دارن میکنن و ما رو به طرف یک نوع سکتاریزم عقیدتی میبره. ولی شیوه مبارزه خشونت پرهیز در این اصلش و اینجا من میرسم به بحثای جین شارپ و دیگران، اصل مسئله مشروعیت زدایی است. یعنی شما دارین مشروعیت از اون کسی که میخواد جهان رو تصاحب کنه و اون کسی که و یا اون ایدئولوژی یا اون فکری که میخواد جهان رو تصاحب کنه یا میخواد که بی‌عدالتی ایجاد بکنه یا میخواد قدرت از آن خودش فقط بدونه، شما میخواد مشروعیت از اون بگیرید، مشروعیت از قوانین ناعادلانه بگیرید، مشروعیت از حکومت‌ها بگیرید، مشروعیت از دیکتاتورها بگیرید. درسته؟ و من اینجا فکر میکنم که میشه به لوتر کینگ و آنگ سان سو چی و گاندی و خیلی دیگه، ماندلا و دیگران اشاره کرد در این زمینه و به ویژه میشه به همین بحثای جین شارپ اشاره کرد که کاملا جداست، چون جین شارپ نه پایه‌های دینی داره، نه پایه‌های فلسفی داره، نه از دیدگاه اخلاقی داره نگاه میکنه، فقط از دیدگاه پراگماتیک و استراتژیک داره نگاه میکنه به مسئله. ولی بحثایش که تو کتاباش میکنه دقیقا اینیست که مشروعیت حکومت رو شما چگونه میتونین بگیرید ازش و قدرت سیاسی و یا قدرت عمل رو برگردونین به مردم. این در حقیقت خیلی جمله جالبیست. یعنی اون چیزی که هاول میگه قدرت بی قدرت ها، the power of the powerless، یعنی هاول میگه در حقیقت این قدرتی که برای کسانی که هیچ قدرتی ندارن، چون آدمایی هستن که مسلح نیستن، آدمایی هستن که در دولت نیستن، آدمایی هستن که میلیشیا ندارن، چگونه اینو میتونن مشروعیت اخلاقی برای خودشون ایجاد بکنن مثل جنبش مدنی و چگونه میتونن خودشون یه قدرت بشن، نه قدرتی که بتونه اون قدرت مرکزی رو از بین ببره، یعنی اون سلطه گرایی رو از بین ببره یا کم رنگش بکنه لااقل. و اینجا طبیعتاً ما برمیگردیم به تمام این شیوه های مبارزاتی که عدم خشونت و اخلاق عدم خشونت ایجاد میکنه، که فکر میکنم که مسئله اصلیش اینیست که بخش هایی از بوروکراسی اداری، دستگاه های امنیتی و پلیسی و ارتشی اون قدرت رو بتونه در تضاد با خودش قرار بده و به نوعی کمرنگ و ضعیف‌تضعیفشون بکنه. یعنی یه کاری بکنه که ارتشیا یا پلیس یا کسانی که دارن دفاع میکنن از اون قدرت خودشون برگردن و بیان این طرف. و خب این واقعا همین چیزی که هست که اتفاق میفته. حالا تو بحثامون من مدل هایی که در جای مختلف دنیا اتفاق افتاده رو براتون توضیح خواهم داد اگر سوال بکنید. و بالاخره بحث آخر اینیست که
عدم خشونت استراتژیکی یک فنه، یک تکنیکه، یک روش زندگی نیست. چنانکه میبینید کسانی که در میدان تحریر یا در پراگ یا مثلا در بوداپست یا در لهستان از این طرق استفاده کردن، الزاماً گاندی نیستن، بر گاندیوار زندگی نمی کنن، اصلا هم شاید اعتقاد به اون نحوه زندگی ندارن، ولی این تکنیک و این استراتژی رو یاد گرفتن که چگونه استفاده کنن، یعنی مکانیسم های خشونت‌پرهیز تغییر اجتماعی رو یاد گرفتن. و اینجا مسئله اصلی که ما داریم در کنار اون فلسفه، که البته این دوتا رو وقتی شما در کنار هم بذاری موفق میشن، یعنی اونجا هستش که ما یک سرمایه اخلاقی در یک لیدرشپ هایی داریم قدیم، مثل ماندلا، مثل گاندی، مثل لوترکینگ، مثل آنگسان سوچی، مثل خیلی دیگه، که هر دوتا با هم هم، هم خشونت پرهیزی فکری اخلاقی هست، هم تکنیک ها و مکانیسم ها هستن، هر دوتا رو با هم پیش میبرن و اونجا موفق میشن، به خاطر اینکه برای مردم یک مدل این کاملا، ولی خب اینو ما خیلی کم اتفاق میفته که داشته باشیم. و خلاصه اینجا ما میبینیم که فقدان برنامه ریزی درباره چگونگی در حقیقت گذر به دموکراسی، اگر همراه با این خشونت، با این مکانیسم نباشه، این بدبختیه که ما داریم، خودش میتونه تبدیل به یک نظام سلطه و یک دیکتاتوری جدید بشه، بدونی که شما بدونی. چرا؟ بخواد اینکه دنبال یک سری شعارا هستیم، ولی مکانیسم‌ها خشونت طلب و قهرآمیز هستن. و بنابراین توسعه استراتژی خشونت پرهیز به نظر من مستلزم طرح دقیق یک سری اهداف و یک سری اولویت هاست، و این اولویت ها رو من میگم و بحثمو تموم میکنم، که اینها همشون به نظر من پرسش هایی هستن که میتونن منابع فلسفی و اخلاقی هم داشته باشن. یک، اینکه قدرت دیکتاتوری چگونه به وجود میاد؟ این سوالی است که مبارزان خشونت‌پرهیز خوش میکنن، دیکتاتوری چگونه به وجود میاد؟ دوم، اینکه قدرت دموکراتیک مردم از کجا نشأت میگیره؟ از کجا منابعش چیه؟ سوم، اینکه آیا مبارزه خشونت پرهیز در توان همه افراد هست یا نیست؟ و تا چه حد میتونه مردم رو بسیج کنه؟ باز میبینید تمامی سوال است که ما در جنبش مدنی خودمون داشتیم. و بالاخره چهارم، مردم تا چه حد میتونن این مکانیسم های خشونت پرهیز رو برای اداره آتی در حقیقت جامعهشون استفاده بکنن؟ اگه توجه کرده باشید، چون که من خودم در کار خودم خیلی اصرار دارم، خشونت پرهیزی فقط مسئلهش سقوط یک و از بین بردن یک حکومت نیست، بلکه تازه کارش اونجا شروع میشه. یکی از مهمترین جنبه هاش مسئله عدالت ترمیمی است، یعنی شما گذار به دموکراسی رو با یک عدالت ترمیمی میکنید، با آشتی ملی میکنید، با بخشش میکنید، با لغو حکم اعدام میکنید. تمام اینا مسائلی هستن که خشونت پرهیزی و فلسفه و اخلاق عدم خشونت میاره و رو میز میذاره و باش بحث میکنه، و اینجا اینا هستن که موجب میشن که ما بتونیم بگیم که فلسفه عدم خشونت در حقیقت با یک دستور زبان اجتماعی سیاسی جدید وارد صحنه میشه، یک دستور زبان سیاسی و جدید، که این دستور زبان نه تنها رفتار اخلاقی ما رو عوض میکنه و میخواد که ما رفتار اخلاقی، بلکه از ما میخواد که ما یک رفتار شهروندی جدید هم داشته باشیم، و اونجاست که موفق میشه. اگه اینطور نباشه موفق نمیشه.